بارز سلام و احترام خدمت شما دوستای خوب و نازنین بینندگان عزیز کانال تک تیوی، دوباره در خدمتتون قرار داریم با قسمت دوم آموزش پروگرام ورد و امیدوارم که تا آخری ویدیو با ما همراه باشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک ها و کمنت هایتان از ما حمایت کنید. اگر هم پیشنهاد، انتقاد و یا هم سوالی دارید میتونید تو کمنت ها برام مطرح کنید. خب دوست عزیزم، حالا میریم سراغ آموزش امروزیمون که اولا پروگرام ورد رو با استفاده از کلیدهای ویندوز وار که منوی رن باز میشه و بعد از این در منوی رن وین ورد می نویسیم و انتر رو میزنیم و پروگرام ورد رو باز میکنیم که این چیزها رو دیروز خونده بودیم و همچنان در قسمت فایل بخش اینفو رو خونده بودیم که چه کارهایی میشه توش انجام داد. اگر ویدیو قبلی رو ندیدین پس حتما یک بار اون رو ببینید. و بعد از این که ما قسمت اینفو رو خوندیم، امروز به تعقیبش قسمت نیو رو میخونیم. نیو یعنی جدید، وقتی که این همون صفحه‌ای که ما وقتی پروگرام رو اولا باز میکنیم برامون نشون میده، یعنی همون تمپلیت هایی هستن که ما دیروز گفتیم و این رو هم گفتیم که ما به این تمپلیت ها هیچ نیازی نداریم و باید خودمون یاد بگیریم که چجوری یک تمپلیت بسازیم، اما میتونیم که از اینها هم استفاده کنیم. هر کدومش که مورد نیازمون بود میتونیم ازش استفاده کنیم. خب بعد از نیو قسمت اوپن هستش، یعنی ما میتونیم یک فایل رو باز کنیم. اگه یک فایل رو به شکل ورد یا پی دی اف باشه میتونیم اینجا بازش کنیم. خب این فایل های اخیری هستن که من در این روزا بازشون کردم که میتونم این فایل ها رو همچنان پین هم کنم، یعنی وقتی پین شدن در اول این تمام فایل ها اون فایل پین شده رو نشون میده. من اینو پین نمی کنم و در قسمت کامپیوتر هم میتونیم یک فایل رو که در داخل کامپیوترمون سیوش کردیم باز کنیم. در براوز در هر جایی که باشه میتونیم پیداش کنیم و بازش کنیم، در هر درایوی که باشه و هر جایی که موقعیت داشته باشه میتونیم که بهش دسترسی پیدا کنیم. و بعد از اوپن هم گزینه سیو هستش که در حالت معمولی، یعنی وقتی که شما یک سند رو نوشتید، گزینه سیو فعال نیستش و شما باید از گزینه سیو اس استفاده کنید. مثلا من اینجا سیو رو میزنم و میبینید که اتومات به روی گزینه سیو اس میره، چون سیو به معنای ذخیره کردن است و ما تا حالا به کامپیوتر نگفتیم که مثلا این فایل رو کجا ذخیره کن و اسمش چی باشه، نوعش چی باشه، این چیزا رو بهش نگفتیم. اولا باید اینها رو براش بگیم که در گزینه سیو اس میشه و در اینجا باید ما اولا مکانی رو که میخوایم این فایل رو ذخیره کنیم انتخاب کنیم که به روی براوز میاییم و از اینجا هر قسمتی که میخوایم رو انتخاب کنیم، هر جایی که دلمون باشه اون فایل رو ذخیره کنیم. و بعد از این باید اسم این فایل رو انتخاب کنیم که اسمش هر چیزی که مینویسید شما، مثلا مینویسم جلسه دوم. خب این اسمی که ما روی فایلمون گذاشتیم و در اینجا میتونیم که نوعیت فایلمون رو انتخاب کنیم، یعنی اون فرمتی که ما میخوایم فایلمون توش ذخیره شه. خب در حالت معمولی فرمت ورد داکومنت خوب هستش و فرمت خوبیه که خیلی ازش استفاده میکنن و کارمون رو راه میندازه، اما فرمت های دیگه هم هستن که مثلا ورد 2003 و ورد تمپلیت و همچنان اینها، اما اینها کاربرد زیادی ندارن، فقط بخش پی دی اف که مهمه. پی دی اف یعنی فرمتی که دیگه توش تغییر ایجاد نمیشه، فرمت آخریسته. مثلا شما یک فایل رو می نویسید و در و دیگه به آخر رسیده و نمیخواید که دیگه توش تغییرات ایجاد کنید، میتونید تو پی دی اف ذخیرهش کنید و همچنان در پی دی اف عکس ها و بعضی مطالبی که شما نوشتید یا مثلا بعضی
فونت هایی که استفاده کردید به طور بسیار خوب ذخیره میشه. دیگهش XPS هستش که اینم مثل PDF و کسی نمیتونه توش تغییری ایجاد کنه بعد از ذخیره کردنش، اما این به اندازه PDF معتبر نیست و PDF از این بهتره. اما برتری که این بر روی PDF داره اینه که این بدون استفاده از PDF Reader و بدون استفاده از هیچ برنامه‌ای در هر کامپیوتر باز میشه. یعنی شما ضرورت نداره که یک برنامه رو در کامپیوتر نصب کنید و XPS رو باز کنید. مثل PDF که در ویندوز های پایین تر از ویندوز 8 شما مجبورید که یک PDF Reader رو نصب کنید، اما در ویندوز 8 و بالاتر از اون PDF Reader خودش در کامپیوتر نصب هستش از اول و شما نیاز به نصب کردن PDF Reader جانبی ندارید. و همچنان فرمت های دیگه ای هستش که خیلی کاربرد زیادی ندارن و همین چند فرمتی که مهم بودن گفتیم و بهترینشون Word Document هستش که ما یه فایل رو باید به که در Word نوشته میگیریم به شکل Word Document ذخیره میکنیم. خوب و پایین این میبینید که Authors هست، یعنی نویسنده، که ما میتونیم اینجا اسم نویسنده رو بنویسیم و در اینجا تگ، یعنی چیزایی که مرتبط به همین سندی که ما نوشتیم هستش. مثلا بعضی نظریاتی که داریم در اینجا میتونیم بنویسیم یا بعضی مطالبی که مربوط به همین سند است میتونیم که در اینجا بنویسیم. و دیگرش هم سیو تمنل هستش، یعنی صفحه اول داکومنتمون رو به حیث آیکون فایلمون نشون میده. یعنی چی؟ خب من اینو تکمار میکنم و بعد از اون این فایل رو در دسکتاپ ذخیره میکنم به اسم جلسه دوم تا که بفهمید که این چی میشه. خب دوباره از اینجا بازگشت میزنم. خب پیدا میبینید که این صفحه در اینجا، خب این فایلی که ما ذخیره کردیم جلسه دوم و این فایلی که ما قبلا ذخیره کرده بودیم، میبینید که اینجا به جای صفحه اول فایلمون آیکون پروگرام ورد رو نشون میده، اما این فایلی که تازه ذخیره کردیم صفحه اول رو به حیث آیکون نشون میده که خدا کنه فهمیده باشید که فرق اینا چیه. دوباره اینو باز میکنم. خب دوباره این فایل رو باز کردیم و دوباره در قسمت سواس میاییم و چیزهایی که مربوط سواس میشدن رو خوندیم. بعد از این در قسمت پرینت میاییم که قسمت خیلی مهمیه و در اینجا شما میتونید که فایل رو که نوشتین چاپ کنید، که در اینجا شما به دو قسمت از تنظیمات برمیخورید که یکی ده از تنظیماتی هن که مربوط به پرینتر میشن و باید پرینتر وصل باشه و اون تنظیمات رو انتخاب کنید و بعضی هاشون هم تنظیماتی هن که مربوط به فایل میشن که شما ساختید و مربوط به شما میشن که چه چیزایی رو انتخاب میکنید. مثلا چند تا کپی میگیرید و از کدوم صفحه هاشون کپی میگیرید. خب اگه گزینه پرینت رو بزنیم یعنی فایل ما چاپ میشه. خب ما که تا حالا به پرینتری وصل نیستیم و نمیتونیم چاپش کنیم و در اینجا هم تعداد کپی هایی که میخوایم از فایلمون بگیریم اینجا نشون داده میشه. مثلا میخوایم که یک صفحه رو چند بار پرینت کنیم، مثلا من میگم که باید 9 بار این فایلم کپی شه یا 9 بار پرینت شه. و دیگرش هم در اینجا پرینترهایی هستن که موجود هستن که این پرینترها اکثرتشون مجازی هستند و من به پرینتر فیزیکی وصل نیستم و اینها پرینترهایی هستن که میتونیم به طور مجازی وصل کنیم. مثلا خب اول اینو بخونیم که add printer. مثلا اگه ما یک پرینتر فیزیکی داریم اما بهش وصل نیستیم، میتونیم اگه از اینجا وصل شویم. خب اینجا نشون میده که ما هیچ پرینتری نداریم نزدیکمون. و بعد از اون
پرینت تو فایل هستش، یعنی پرینت کردن در یک فایل، که در اینجا شما معنای این پرینترهای مجازی رو میفهمید که پرینتر مجازی چیه. خب پرینت تو فایل رو میزنیم و بعد از اون یک پرینتر رو انتخاب میکنیم از اینها، مثلا فاکس رو انتخاب میکنم و پرینت رو میزنم. خب برامون توی یک فایل این سندمون رو توی یک فایل یا توی یک فولدری برامون کپی میکنه یا پرینت میکنه. خب این هم مثل همون ذخیره کردن هستش که خودکار به حیث یک پی دی اف ذخیره میشه و کاربرد زیادی نداره. کاربردش هم اینه که شما مثلا یک فایل رو میخواید پرینت کنید، قبل از اون میخواد که ببینید که این فایل هم اگه پرینت شه چجوری معلوم میشه، اون رو در فولدری پرینت میکنید و اون میبینید. اگه مشکلی داشته باشه میتونید که اصلاحش کنید و بعد از اون در پرینتر واقعی پرینتش میکنید. خب دیگه هم پرینت آل پیجز هستش، یعنی شما میخواد که تمام صفحات چاپ شن، یا مثلا میگه که پرینت سلکشن، یا مثلا قسمتی که من انتخاب کردم باید چاپ شه. مثلا من اینجا یک فایل رو میسازم و این فایل رو این فایلی که من ساختمش و دوباره در قسمت پرینت میام و اینم خوبه که بفهمیم شارتکت پرینت کنترل پی هستش، یعنی کنترل پی رو بزنید مستقیم روی پرینت میرید. و در اینجا میگم که پرینت آل پیجز، من میخوام که تمام این صفحات چاپ شه که 8 تا صفحه هستش اینجا نشون میده، و یا میخوام که تنها قسمت انتخاب شده چاپ شه. یعنی مثلا من اینجا میام و این مقدار از چیزهایی که نوشتم انتخاب میکنم و بعد از اون کنترل پی رو میزنم و میگم که print selection، یعنی همون خطهایی رو که من انتخاب کردم فقط همونها چاپ شن، دیگه هیچ جا چاپ نمیشه، فقط همون خطهایی که شما انتخاب کردید همونها چاپ میشن. گزینه بعدی print current page هستش، یعنی صفحه‌ای که من همین الان باز کردم همونو پرینت کن. مثلا من میام اینجا در صفحه 6 میام، خب صفحه 6 هستش و من میگم که فقط همین صفحه 6 باید چاپ شه. میام تو پرینت و میگم پرینت کرنت پیجز. کاستوم پرینت به معنای پرینت انتخابی یا پرینت دلخواه خودتون، که در این که سرکارمون اکثرا با همین کاستوم پرینت هستش و همین خیلی مهمه که باید دو یاد داشته باشیم. وقتی که اینو زدیم برامون صفحه رو نشون میده که میخواید کدام صفحه چاپ شه و شما باید مثلا براش بگی که من میخوام صفحه 7 و کامه بزنید مثلا 9 و کامه بزنید 0. من میخوام که این صفحه چاپ شه و این فقط همین صفحه ها براتون چاپ میشه، من صفحه 7 و 9 و 0 و این صفحه ها، چیزایی که به دلخواه خودتون هر صفحه رو میخواستید چاپ شه انتخاب کنید. بعد از اون print one sided، یعنی بر روی فقط بر روی یک طرف از ورق چاپ شه، که این هم مربوط به پرینترتون میشه. بعضی پرینترها بر روی هر دو طرف صفحه میتونن چاپ کنن، اما بعضی از پرینترها نمیتونن که روی هر دو طرف چاپ کنن و فقط روی یک طرف چاپ میکنن. مثلا در گزینه اول گفته print one sided و در گزینه دوم manually print on both sides، یعنی به طور دستی بر روی هر دو طرف چاپ کن، یعنی بر روی هر دو طرف صفحه چاپ شن. و گزینه بعدی گزینه کلیتر هستش که خیلی مهمه که شما باید بفهمید کلیتر چیکار میکنه. کلیتر یعنی اینکه صفحه رو میخواد که پی در پی چاپ شن، یا مثلا یک صفحه یک بار تا مقداری که انتخاب کردی چاپ شه و بعد از اون صفحه دوم چاپ شه، بعد از اون صفحه سوم به اندازه‌ای که انتخاب کردی چاپ شه. خب اینجوری مثلا من اینجا انتخاب کردم که 9 بار این فایل من چاپ شه، 9 بار پرینت شه. و در اینجا اگه من گزینه کلیتر رو انتخاب کنم از صفحه اول تا صفحه 8 که این فایل من 8 صفحه داره، از صفحه اول تا 8 یک بار چاپ میشن، دفعه دوم باز از اول تا 8 چاپ میشن، دفعه سوم باز از اول تا 8 چاپ میشن، همینطور تا
بار نهم ادامه داره. اما اگه از ان کلیتد استفاده کنم، صفحه اول نوبر چاپ میشه، بعد از اون صفحه دوم نوبر چاپ میشه، بعد از اون صفحه سوم نوبر چاپ میشه، که ما بیشتر از گزینه کلیتد استفاده میکنیم و با ان کلیتد کار نداریم. بعد از اون گزینه پورتریت اورینتیشن، یعنی میخواد که صفحه ها چجوری باشن. مثلا اینجا دو گزینه داره که یکیش گفته پورتریت اورینتیشن و دیگه‌ش گفته لندسکپ اورینتیشن، که اکثر به اینها میگن عمودی و افقی. اما بهتر اینه که بفهمیم پورتریت چرا گفته شده. پورتریت معنی یک پورتری یا گرفتن یک عکس از یک فرد هستش، و لندسکپ هم به معنای گرفتن عکس از منظره هستش. مثلا ما از یک نفر عکس میگیریم، اکثرا به طور عمودی هستش، اما اگر از یک منظره عکس میگیریم به طور افقی هستش، که منظورشون همونه. اگر شما پورتریت اورینتیشن رو انتخاب کنید، به طور عمودی صفحات میان، و اگر لندسکپ رو انتخاب کنید، صفحات به طور افقی انتخاب میشن. و بعد از اون اندازه صفحه هستش، که میتونید مثلا به معنای به اندازه یک لیتر یا به اندازه یک نامه چاپ کنید، یا لیتر سمال یک نامه کوچیک، و همچنان اندازه دیگه که اکثرا با اندازه A4 یا A5 و B5 چاپ میشن، بیشترینشون A4 هستش. خب بعد از این گزینه مارجین هستش، که شما میتونید که حاشیه ها رو انتخاب کنید و میفهمید که این کناره های خالی صفحه به معنی حاشیه میشن. مثلا اگه نرمال انتخاب کنید اینجوری، اگه نرو یا باریک انتخاب کنید این نوشته ها به کنارهای صفحه نزدیک میشن. اگر هم مودریت انتخاب کنید، یعنی میانی و به طور افسادش انتخاب میشه. اگر هم حاشیه ها رو بزرگتر کنید میشه که واید بزنید، و مربوط خودتونه که میخواد چجوری چاپ شه. نرمال به نظر من خوبه، اما بستگی به کارتون داره که شما چجوری میخواد چاپ شه. و بعد از اون میرور، یعنی مثل یک آینه که انعکاس کنی یکی به دیگه، و اکثرا وقت استفاده میشه که شما میخواید یک دو صفحه در یک ورق چاپ شن، یعنی دو صفحه ورد در یک ورق فیزیکی چاپ شن، از اینجا استفاده میکنید. کاستوم مارجینز، میتونید که خودتون اندازه های مارجین رو انتخاب کنید، و در اینجا گزینه های بیشتری داره که ما در قسمت پیج لی اوت در قسمت مارجین تمام این گزینه ها رو دوباره داریم و در اونجا میخونیم، و نیازی نیست که الان روش بحث کنیم. خب دوباره روی پرینت میایم، و دیگه گفته شده که چند صفحه میخواید در چند ورق چاپ شن، یعنی چند صفحه ورد در چند ورق فیزیکی چاپ شن. میگن که one page per sheet. پیج به معنای صفحه ورد هستش، شیت به معنای ورق واقعی، یعنی کاغذ واقعی، که میگیم که یک صفحه ورد در یک صفحه واقعی چاپ شه، یا مثلا دو صفحه ورد در یک ورق چاپ شن، و یا چهار صفحه در یک ورق چاپ شن. که خیلی مهمه، شما باید سکلشون رو هم انتخاب کنید. مثلا میگیم که چهار ورق در یک صفحه چاپ شن، و بعد از اون دوباره در اینجا باید در اینجا با اسکیل تو پیپر، یعنی باید همون کاغذی رو که ما میخوایم توش چاپ شن انتخاب کنیم، که ما A4 رو انتخاب کرده بودیم، باید این اسکیل رو هم در نظر بگیریم. و دیگه پیج ستاپ هستش، که میتونید که اندازه های این پیپر رو انتخاب کنید. این هم مثل مارجین هستش، و اینها رو در قسمت پیج لی اوت میخوانیم. خب این بود از گزینه پرینت، و پرینت رو خوندیم، خدا کنه که یاد گرفته باشیم. و بعد از اون در قسمت شیر میاییم. شیر به معنای به اشتراک گذاشتن است، یعنی شما یک فایل رو که ساختین میخواید به دسترس دیگران هم قرار بگیره، میتونید که اونو شیر کنید، مثلا تو کلاود ذخیره کنید، که کلاود خودش یک برنامه است و رایگان نیست، اما شما باید تو اون یک حساب پریمیوم داشته باشید و در اونجا فایل رو ذخیره کنید یا به اشتراک بگذارید، یا مثلا توسط ایمیلتون به افراد دیگه ارسال کنید، توسط پرزنت آنلاین، یعنی میتونید که یک لینکی رو به افراد بفرستید و اونها رو دعوت کنید تا که این
فایل وردتون رو ببینن و همچنان پست و بلاگ. مثلا اگر شما یک وبلاگ اینترنتی دارید یا یک صفحه مجازی دارید میتونید اونجا این فایل وردتون رو به اشتراک بذارید. بعد از اون گزینه اکسپورت هستش که این هم مثل گزینه سیو است عمل میکنه، با این تفاوت که در اینجا خودش این دو فرمت رو انتخاب کرده، یا PDF یا هم XPS، که اگه شما روی کلید PDF یا XPS میزنید فقط دو فرمت در اختیارتون قرار میگیره، اما در سیو است میدیدید که فرمت های زیادی بودن. خب دلتون که با هر کدامش ذخیره میکنید و دیگرش هم Change File Type، یعنی میتونید فرمت فایلتون رو تغییر بدید. مثلا داکومنت هست، شما میتونید به ورد 2003 یا 97 تغییر بدید، یا مثلا به پلین تکست تغییر بدید که تنها خطوط میمونن و عکس هایی رو که توی فایلتون کار کردین همشون حذف میشن و همچین چیزهایی. و بعد از اون گزینه کلوز هستش که شما میتونید باهاش فایل رو ببندید و کلوزش کنید، که شارتکت کلوز کنترل دبلیو هستش. مثلا من میخوام این فایل رو ببندم، کنترل دبلیو رو میزنم و برامون میگه که میخواید این تغییرات رو ذخیره کنید یا نه. میتونید که کنسلش کنید دوباره و تغییرات دیگه ایجاد کنید یا هم ببندیدش. و گزینه بعدی اکاونت هستش و متاسفانه من در اینجا اکانت خودم رو باز نکردم و به اینترنت دسترسی نداریم. باید برای باز کردن اکانتتون و داخل شدن توی اکانتتون به اینترنت متصل باشید برای بار اول. بعد از اون مشکل نداره اگه به اینترنت هم متصل نباشید. خب در اینجا فقط یک چیزی رو که میخونیم اینه که آفیس تم، یعنی تم آفیستون رو میتونید تغییر بدید، که مثلا میخواید که وایت باشه یا هم لایت گری باشه و هم دارک گری، که میتونید خودتون اینها رو انتخاب کنید در آفیس های جدید و در پروگرام های ورد جدید. در ورژن های جدیدش تم های زیادی موجودن، اما در ورد 2013 که من الان ازش استفاده میکنم همین سه تم موجود هستن. بعد از اون گزینه آپشنز هستش که گزینه های خیلی زیادی داره در اینجا و ما باید مفصلا روی اینها بحث کنیم. و بعد از این و گزینه آخری که شما اینجا میبینید گزینه آپشنز هستش، که وقتی آپشنز رو کلیک کنید میبینید که تنظیمات خیلی زیادی اینجا موجودن، که تنظیمات عمومی مثلا دیسپلی یعنی صفحه نمایش و اینجور چیزها تنظیمات خیلی زیادی هستن که ما مفصلا روی اینها بحث میکنیم در جلسه بعدی. و الان به درسمون تا همینجا خاتمه میدیم. خدا کنه که یاد گرفته باشید و براتون مفید واقع شده باشه. تا ویدیو بعدی خداحافظ و نگهدارتون. سابسکرایب کانال ما یادتون نره. اگر هم سوال، پیشنهاد یا انتقاد دارین میتونید کامنت ها به هم بگین.